بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام میکنم به محضر همه خانم و آقایان. همینطور که همه سروران مستحضرن، موضوع بحث تعیین شده از با عنوان راه رهایی از یا رهایی از بنیادگرایی دینی. شکی نیست که الان اگر سخن از بنیادگرایی دینی گفته میشه در این جلسه و احیانا جلسات مشابه، مراد بنیادگرایی اسلامی است، اگرچه نه بنیادگرایی های غیر اسلامی هم داریم، هم بنیادگرایی یهودی در جهان الان هست، هم بنیادگرایی مسیحی هست، هم بنیادگرایی هندویی هست و هم بنیادگرایی حتی بودایی. ولی به هر حال مسئله مبتلا به روزگار ما بنیادگرایی اسلامی است. بنابراین انصراف داره در این گونه مباحث تعبیر بنیادگرایی دینی به بنیادگرایی اسلامی، اگرچه نکاتی مشابه این نکات رو در باب بنیادگرایی های دینی غیر اسلامی هم می شود تکرار کرد. من برای اینکه ابهامی وجود نداشته باشه که وقتی گفته میشه ما درباره خطرات و مهالک بنیادگرایی دینی یا بنیادگرایی اسلامی سخن میگیم، چه چیزی واقعا مراد منه، من تعریف میکنم بنیادگرایی اسلامی را. در جای دیگری من تفاوت بنیادگرایی اسلامی و سنتگرایی اسلامی و تجددگرایی اسلامی رو گفتم و گفتم که این سه نگرش به اسلام، یعنی نگرش بنیادگرایانه به اسلام و نگرش سنتگرایانه به اسلام و نگرش تجددگرایانه به اسلام، در 11 امر با یکدیگر متفاوتند. یعنی بر سر 11 مسئله بنیادگرایان اسلامی و سنتگرایان اسلامی و تجددگرایان اسلامی با یکدیگر اختلاف نظر دارند. در مقاله رفت و نسبت اسلام و لیبرالیسم که نزدیک 14-15 سال پیش منتشر شد، در اونجا گفتم که یا در 11 تا مسئله این سه نگرش اسلامی با هم تفاوت و تفاوت‌های جدی دارد. اما الان میام و از یکی از متفکران اسلامی، یعنی از متفکر عرب عادل ظاهر، بیان خلاصه شده تری از بنیادگرایی اسلامی رو مد نظر قرار میدم، چون فرصت نیست که اون 11 تا ویژگی بنیادگرایی اسلامی که به نظرم دقیق تر میاد، فرصت نیست که اونها رو برای دوستان ایضاح کنم. بنیادگرایی اسلامی به کس به در واقع مسلکی و مشربی و مرامی و راه و رسمی اطلاق میشه که سه تا قضیه رو با هم بهش اعتقاد داشته باشه. اگر شما یا من معتقد باشیم به این سه تا قضیه با هم، نه یکان یکان، با هم معتقد باشیم به هر سه تا قضیه، ما بنیادگرای اسلامی. قضیه اول این که انسان قدرت راه حل مسائل و راه رفع مشکلات
این جهانی خودش را با استنداد از عقل خودش نداره. به الفاظ خیلی توجه کنید. عرض کردم که اولین گزاره مورد اعتقاد اینه که انسان با استنداد از عقل خودش، یعنی با استنداد از مجموع قوای ادراکی خودش، قدرت حل مسائل این جهانی و رفع مشکلات این جهانی خودش را ندارد. من ممکنه معتقد باشم که انسان راه حل مسائل آن جهانی و معنوی خودش را یا قدرت حل مشکلات معنوی و آن جهانی خودش را با استمداد فقط از عقل خودش نداره. این مرا بنیادگرای اسلامی نمی‌کنه. تقریبا هر مسلمان به این معتقده که راه حل مسائل آن جهانی و معنوی و راه رفع مشکلات آن جهانی و معنوی با استنداد از فقط قوای ادراکی انسان، عقل انسان، امکان پذیر نیست. بازم ثابت‌تر کنم، شما اگر متدین باشید با هر گرایشی در تدین خودتون، و اونم چه متدین به دین اسلام باشی، چه متدین به دین مسیح باشی، چه متدین به هر دین و مذهب دیگری، همین که متدین باشی بیشک معتقدی که راه حل مسائل معنوی و آن جهانی و راه رفع مشکلات معنوی و آن جهانی فقط با استنداد از عقل بشر یافته شدنی نیست. ما برای حل مسائل معنوی و آن جهانی خودمون و رفع مشکلات معنوی و آن جهانی خودمون نیازمندیم به غیر عقل. متدینان به این همه قائلند. اون چیزی که متدینان از بنیادگرایی دینی و از بنیادگرایی اسلامی جدا میکنه اینه که بنیادگرایان اسلامی معتقدند که انسان قدرت حل مسائل دنیوی و مادی خودش را و رفع مشکلات دنیوی و مادی خودش را هم به توسط عقل خودش نداره. یعنی انسان باید برای حل مسائل این جهانی، دنیوی، مادی خودش و برای رفع مشکلات این جهانی، مادی و دنیوی خودش هم نیازمند به منبع یا منابع دیگری. پس دوستان توجه بکنن، اولین قضیه مورد اعتقاد بنیادگرایان مسلمان، بنیادگرایان اسلامی اینه که معتقدن مسائل و مشکلات آن جهانی و معنوی به کنار، نه مسائل و مشکلات این جهانی یعنی دنیوی یعنی مادی ما هم با توسل به عقل بشری قابل حل و رفع نیستند. یعنی ما برای حل مسائل و رفع مشکلات مربوط به نهاد خانواده، مربوط به نهاد تعلیم و تربیت، مربوط به نهاد علم و فن و هنر، مربوط به نهاد اقتصاد، مربوط به نهاد سیاست، مربوط به نهاد حقوق، ما حتی برای حل این مسائلمون و رفع این مشکلاتمون هم که مادی هست، دنیوی هست، این جهانی هست، در اینجا هم عقل ما کفایت نداره، عقل ما رسایی نداره. نمیتونیم فقط از عقل خودمون استنداد کنیم و متکی باشیم فقط به توانایی های ادراکی خودمون. این قضیه اول. قضیه دومی که بنیادگرایان اسلامی معتقدن اینه که احکام
احکام فقهی احکام لایزالی هستند، احکامی هستند که تا ابد به اعتبار دارند، تا ابد معتبرند. یعنی احکامی نیستند که در مکانی و نه مکان دیگری کار افتشته باشند، در زمانی و نه در زمان دیگری کار افتشته باشند، در اوضاع و احوالی و نه در اوضاع و احوال دیگری کاربرد داشته باشند، در جامعه ای و نه جامعه دیگری، در فرهنگی و نه فرهنگ دیگری، در تمدنی و نه تمدن دیگری. نه، معتقدند احکام فقهی احکامی هستند که اعتبار و حجیت ابدی دارند، یعنی اعتبار و حجیتی دارن همیشگی و همه جایی، فارغ از زمان، فارغ از مکان، فارغ از اوضاع و احوال، فارغ از فرهنگ، فارغ از تمدن، فارغ از برهه تاریخی، فارغ از جامعه، همیشه تعبیر ارز کنم که خامی از این بیان که نقل شده که حلال محمد حلال الهی یوم القیامه و حرام او حرام الی یوم القیامه. من نمیخوام بگم کسی که میگفته از حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرام او حرام الی یوم القیامه مرادش این بوده ها، غرضم اینه که از این جمله و نظائر این جملات بنیادگرایان اسلامی این استنتاج رو میکنن که آنچه که حکم فقهی است در هر بابی از ابواب، این اعتبارش دست نخوردنی، خدشه ناپذیر، اعتبارش همیشگی و هر جایی. اینم قضیه دوم مورد اعتقاد. قضیه سوم مورد اعتقاد بنیادگرایان اسلامی اینه که ارتباط اسلام با حکومت و سیاست یک ارتباط عارضی و اتفاقی نیست. ذات اسلام عجین است با سیاست و حکومت، یعنی نه اینکه اوضاع و احوالی پیش آمد در صدر اسلام که پیامبر به اقتضای اون اوضاع و احوال مجبور شدند که مهاجرت کنند و مجبور شدند که در شهر یثرب و مدینت النبی بعدی مجبور شدن ریاست انصار و مهاجرین رو به عهده بگیرن و بعد به واسطه اینکه رهبری این شهر جدید رو پذیرفته بودن طبعا دشمنانی پیدا کردن و اون دشمنان بهشون حمله کردن و باید می جنگیدن و دوستانی پیدا کردن و با اون دوستان معاهداتی امضا کردن، قراردادهایی امضا کردن و جنگ های صورت گرفت و صلح های صورت گرفت و شکست هایی و پیروزی هایی. نه، اینها حوادثی نبود که اگر پیش نمی آمدند پیامبر رب کاری به حکومت نداشت، کاری به اسلام نداشت. به نظر اینان اصلا دین اسلام دینی است که جز با حکومت، جز با سیاست، جز با به دست گرفتن قدرت سیاسی کارش به سامان نمیرسد. شکی نیست که هر مورخ، یک تاریخ نگار، تاریخ نگار منصفی میدونه که پیامبر در 10 سال آخر عمرشون حکومتی داشتن در مدینه و بعداً تا مکه هم ادامه پیدا کرده قلم رو به حکومتش بود. این که شکی نیست، فقط بحث بر سر این است که آیا این به جهت این بود که پیامبر حوادثی پیش آمد در زندگیشون که اون حوادث سوقشون داد به در دستگیری حکومت و قدرت سیاسی، یا نه اصلا جزء ذات این دین اینه که کسی که میخواهد متدین به این دین باشه باید حتما جدیتی داشته باشه در جهت به دست گرفتن قدرت سیاسی. بنابراین پیوند تا
تاریخی میان اسلام و قدرت سیاسی یک پیوند عارضی نیست، یک پیوند اتفاقی نیست، یک پیوندی نیست که میشد پیش نیاید اما دست بر قضا پیش آمد. نه، اصلا این دین دینیست که با سیاست، با به دست گرفتن قدرت سیاسی، با حکومت و دولت رو در دست گرفتن ارتباط تنگاتنگ داره. یک مثال برای شما بزنم. ببینید در قرآن آیه ای هست که یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، ای کسانی که ایمان آورده اید راعنا نگویید بلکه بگویید انظرنا. این آیه شکی نیست که آیه ایست که فقط به این جهت نازل شده که زبان مردم عربی بوده و یک حادثه خاصی هم پیش آمد و اون این بود که وقتی که پیامبر آیات قرآن رو تلاوت میکرد گاهی شتاب زده تلاوت میکرد. اصحاب پیامبر و پیروان پیامبر برای اینکه بگن با طمأنینه بیشتری و شمرده شمرده تر آیات رو ادا کن تا ما به حفظ بسپریم، بتونیم به حافظمون بسپریم، میگفتن که پیامبر راعنا، یعنی مراعات حال ما رو بکن، راعنا یعنی مراعات حال ما رو بکن. راجع میکنیم مخالفان پیامبر این کلمه راعنا را مخصوصا با تلفظی که اون زمان میشد تلفظ میکردن به از سر استهزا تلفظ میکردن به راعینا. راعنا یعنی ما را مراعات کن، راعینا یعنی چوپان ما، راعی در زبان عربی یعنی چوپان. اون وقت میگفتن پیروان پیامبر به پیامبر خودشون میگن چوپان ما، یعنی قبول کردن که ما یکی گوش گوسفندن و یک چوپانی هم دارن که اسمش پیامبر. اون وقت وقتی این اسباب مسخره و استهزا شد آیه نازل شد که ای کسانی که ایمان آورده اید به پیامبر نگویید راعنا، چون اگر بگید راعنا مراعات حال ما رو بکن مخالفان اینو تلفظ میکنن راعینا، توجه میکنی؟ و این راعینا معنای چوپان ما رو میده و اسباب عرض بکنم که وحی شما و پیامبر اسلام. پس چی بگیم؟ هیچی. وقتی پیامبر مثلا شمرده نمیخونن آیات را شما بگید انظرنا، یعنی مهلت بده دیگه، انظرنا را نمیشه به جور دیگری تصحیفش کرد و اسباب مسخره کرد. درست؟ این یک آیه است. این آیه اگر زبان پیامبر عربی نبود به نظر شما نازل میشد؟ مسلما نمیشد، چون فقط در زبان عربی است که رعایت حال ما را بکن با ای چوپان ما تقریبا شبیه هم تلفظ میشه. و حتی اگر از این بالاتر زبان پیامبر و اصحابشون هم عربی بود ولی مخالفان اون استهزا رو نمی کردن باز این آیه نازل میشد؟ نه. یعنی این آیه به ذات این دین ربطی نداره، این آیه بر اثر یک حادثه عارضی، بر اثر یک حادثه اتفاقی چون رخ داده از نازل شده. روشنه؟ اما این سخن رو در باب نماز بگذاری یا روزه بگذاری طبعا مسلمانی تکرار نمی‌کنه. درسته؟ میگه نه دیگه نماز بگذاری دیگه درش حوادث خاصی دخالت نداشتن، واقعا اسلام یا خدا یا پیامبر اسلام یا هر چه تعبیر میکنید این حتما از مردم میخواسته است که مثلا روزه بگیرید نماز بگذارید. یعنی گویی میخواییم بگیم که روزه گذار داشتن و نماز گذاردن به خود اسلام رفت داره، ولی اون آیه فقط به یک حادثه خاصی نازل بود که اگر اون حادثه رخ نمیداد اصلا اون آیه ضرورتی نداشت و اون آیه الان هم برای من و شما به حسب ظاهرش دیگه هیچ سودی نداره، چون زبان من تو که عربی نیست. حالا فرد اسلام گرایان بنیادگرا و
اسلامگرایان تجددگرا یا سنتگرا این هست که بنیادگرایان اسلامی میگن این که پیامبر مهاجرت کرد به مدینه و در اونجا ریاست انصار و مهاجرین رو پذیرفت و رهبری این شهر رو قبول کرد و طبعا این شهر دشمنانی داشت و جنگ هایی صورت گرفت و دوستانی داشت و صلح‌هایی و معاهداتی و قراردادهایی بسته شد و شکست هایی پیش آمد و امر و نهی‌هایی به خاطر لشکرکشی به کشورهای به نواحی مختلف از سوی پیامبر نازل میشد، اینا حوادثی هستند که به ذات اسلام مربوط میشن، مثل اون واقعه رائینا نیستن. نه، اینا به ذات اسلام مربوط میشن. یعنی اگر اون ظلم و جور مشرکین هم در مکه نبود و پیامبر مجبور به مهاجرت به مدینه نمیشد و حکومت اونجا رو به دست نمی گرفتن، باز به یه صورت دیگری پیغمبر علاوه بر پیامبری حتما حکومت هم تشکیل میداد، چون تشکیل حکومت جزء ذات پیامبری اوست، جزء ذات دین اوست، جزء ذات رسالت اوست، نه یک سلسله حوادثی که چه بس و اصلا پیامبر خوششو نمیاد پیش بیاد اما پیش آمده بود و وادارشو کرده بود. بنابراین همه کسانی که مسلمانن، چه بنیادگرا باشن، چه تجددگرا باشن، چه سنتگرا باشن و حتی تاریخ نگاران و تاریخ نگران غیر مسلمان، همه معتقدن که پیامبر در 10 سال آخر عمرش حکومت تشکیل داد. اما بنیادگرایان فرقشون با بقیه مسلمانان در اینه که بنیادگرایان میگن این حکومت تشکیل دادن یک اتفاق نبود، یک عارضه نبود، یک تصادف نبود که اگر پیش نمی آمد پیامبر بهش اقدامی نمی کرد. نه، این جزء ذات دین اسلام. اما سنتگرایان مسلمان و تجددگرایان مسلمان اصلا و ابدا قبول ندارن، میگن یک سلسله حوادث مزتر کرد پیامبر رو به این کارها، وگرنه پیامبر به تعبیر قرآن فقط یک چیز بر عهده‌اش بود و ما علی الرسول الا البلاغ مبین، فقط پیامبر باید پیام خدا را به مردم برسانه. اجرا کردن پیام خدا و بالاتر از اجرا کردن پیام خدا، برای اجرا کردن پیام خدا قدرت سیاسی رو در موش گرفتن، این دیگه جزء وظیفه پیامبر نبود، حوادث او رو وادار کردن. مثل این که مثال دیگه برای شما بزنم، اگر زنان پیامبر درباره عرض کنم که رفتار پیامبر با خودشون با هم نزاع نمی کردن، مسلماً پیامبر عسل خوردن رو بر خودشون حرام نمی کردن، درسته؟ و مسلماً این آیه نازل نمی شد که یا ایها الرسول لم تحرم ما احل الله لک، چرا آن چرا که خدا بر تو روا شمرده است بر خود ناروا می داری. اون حادثه رخ داد. اگر اون دوتا زن با هم حسدی نداشتن و اون مشکلاتی که پیش آمد پیش نمی آمد، مسلماً حضرت پیامبر عسل خوردن رو بر خودشون حرام نمی کردن و بعد خدا نمی گفت که چرا عسل خوردن رو که من حلال کردم به خاطر رضایت زنانه می خواهی بر خود حرام کنی. پس داستان لمت و حرم و ما احل الله لک جزء ذات اسلام نیست، یه حادثه ای رخ داد که دیگه چاره نبود در اون حادثه برای رفع مشکل پیامبر آیه ای نازل میشه. درسته؟ پس می شود گفت که آن که در قرآن آمده است بعضیش چنان بود که هر حادثه ای رخ می داد، هر رویدادی پیش می آمد، هر پدیده ای جلوه می کرد، پیامبر جزء پیامش بود که اونا رو به مردم برسونه، ولی بعضی از آنچه که پیامبر گفته است نه، اون دیگه بر اثر تصادفات تاریخی مجبور شد پیامبر کردار خاصی یا گفتار خاصی در پیش بگیره، اون کردار و اون گفتار اون دیگه جزء ذات اسلام است. تو قضیه سوم، گزاره سوم مورد اعتقاد بنیادگرایان اسلامی اینه که نه، اسلام جزء پیامش دخالت در سیاسته،
جزء پیامش اینه که مسلمانان باید قدرت سیاسی در دست بگیرن، باید حتما تلاش کنن برای اینکه در هر جامعه زندگی میکنن قدرت سیاسی رو، حکومت رو، دولت رو، سلطه سیاسی رو به هر تعبیری که بخواید در دست بگیرن. اگر نکنن مثل اینکه مثلا در تکلیف به نماز کوتاهی کرده باشن، در تکلیف به روزه کوتاهی کرده باشن، یعنی یه مسلمانی اگر کوشش نکنه برای اینکه حکومت اسلامی رو تا اونجایی که در توان داره استقرار ببخشه یا در استقرارش عرض کنم استمراری ببخشه، گویا یه بخش از وظایف دینش رو انجام نداده است. اگر کسی به این سه تا گزاره معن با یکدیگر مجتمعاً عقیده داشته باشه، اون وقت ما امروز از این تعبیر میکنیم به بنیادگرای اسلامی. بنیادگرای اسلامی کسی است که اولا معتقد است که عقل بشر برای حل مسائل این جهانی و دنیوی و مادیش هم کفایت نمی کنه. مسائل این جهانی، مشکلات این جهانی یعنی مادی و دنیویش رو هم حل و رفعش رو باید به توسط وحی انجام بده، فقط به توسط عقل تنها نمیتونه. دوم، احکام فقهی زوال ناپذیرن، لایزالن، یعنی اعتبار و حجیت و وثاقت همیشگی و همه جایی دارن. سوم، اینکه وظیفه یک مسلمان این است که در تشکیل حکومت، در تشکیل سیاست که قدرت سیاسی، در استقرار قدرت سیاسی و در حفظ و استمرار قدرت سیاسی به اندازه توانش کوشش بکنه. چرا؟ چون یکی از وظایف مسلمانان تشکیل حکومت هم. و اگه ندن مثل این است که مثلا حج به جا نیاورده باشن یا نماز به جا نیاورده باشن. اگر کسی به این سه تا گزاره با هم معتقد باشه، اون وقت طبعا حتما کوشش خواهد کرد که حکومت دینی برپا کنه اولا، ثانیاً حکومت دینیش هم بر مبانی فقهی به چار مبتنی کنه به خاطر گزاره چندم، گزاره دوم. این هم ثانیاً ثالثاً در مسائل مادی مردم هم بخواد حکومت خودش رو بس بده، یعنی در حل مشکلات خانواده، در حل مشکلات اقتصادی، در حل مشکلات سیاسی، در حل مشکلات حقوقی، در حل مشکلات مربوط به تعلیم و تربیت، در حل مشکلات مربوط به علم و فن و هنر، همه جا میخواد به حکومتش دخالت کنه، چون معتقده به گزاره اول هم هست و اون گزاره اول میگفت حتی در مادی ترین مسائل و در مادی ترین مشکلات هم استمداد از عقل تنها کارساز و مشکل گشا نخواهد بود. این بنیادگرایی سابقش برمیگرده، این بنیادگرایی به این معنا سابقش برمیگرده به بعد از این که ناپلئون در 1799 مصر رو وشون فتح کرد و وارد کشور مصر شد، وارد قاهره شد، و اینجا اولین مواجهه جهان اسلامی که قرنها به خواب رفته بود با دنیای غرب، اولین مواجهه رو در رو و نزدیک صورت گرفت. و چون دروازه جهان اسلام به روی غرب مصر بود، این بنیادگرایی اسلامی ریشش در مصر، از مصر آغاز شد و بعد آهسته آهسته به جاهای دیگر هم تسری کرد. من نمیخوام اسم شخصیت‌های طرفدار بنیادگرایی اسلامی رو ببرم، یعنی هم وقت ما اقتضا نمی‌کنه و هم چه بسا سودی هم درش نباشه. اما این بنیادگرایی اسلامی با این ویژگی امروزه یکی از بزرگترین خطراتی شده که کل کره زمین رو تهدید می‌کنه. تنها کسانی که گمان می‌کنند، می‌انگارند، تصورشون بر اینه که از این بنیادگرایی سود می‌برن سه دسته. حالا اینم که این گمان و این تصورشون درست است یا نادرست حرف دیگه، که آیا گمان باطل میبرن یا گمانشون گمان مطابق با واقعیه. ولی بالاخره سه گروه هم در دنیا فقط که گمان میکنن رشد بنیادگرایی اسلامی به سودشون. یکی قدرت های مارکسیستی جهان هست،
یعنی من هرگز باور نمی کنم روسیه یا چین سر سوزنی از رشد بنیادگرایی اسلامی مشوش باشن، دلنگران باشن، دغدغه داشته باشن. میدونی چرا؟ به جهت این که کسی مثل پوتین، این شخص منحوس، این معتقد است که بنیادگرایی اسلامی نوک تیز حملش غربه، و چون یک رژیمی مثل رژیم پوتین، یک رژیمی مثل رژیم چین، اینا اختلاف ایدئولوژیک با نظام‌های لیبرال غرب دارند، اینها گمان می‌کنند که اینا جلودار حمله به غربن، بذار تلفاتشو اینا بدن، توجه می‌کنی، کشته‌هاشو اینا بدن، ز هر طرف که شود کشته سود ماست. البته این دیگه سود اسلام نیست، سود ماست، توجه میکنی؟ اینه که من سر سوزنی هر که هرچه میخواد بگه باور نمی کنم که چین و روسیه و رژیم هایی که تابع چین و روسیه اند و پیروان چین و روسیه اند، اینا هیچ وقتی بنیادگرایی اسلامی رو گمان بکنن که به زیانشونه، اینا سود خودشونه در این میبینن. این یک طبقه هست، این یک طبقه. دوم، بخش عظیمی و بلکه میخوام متاسفانه بگم بخش اعظم روحانیان جهان اسلام، اینا هم گمان میکنن بنیادگرایی اسلامی به سودشون. منتها روحانی شیعی فکر میکنه بنیادگرایی اسلامی شیعی به سودشه، روحانی سنی گمان میکنه بنیادگرایی اسلامی سنی به سودشه. وگرنه قاطبه روحانی، نمیگم همه روحانی، میگم بخش اعظم روحانیت در سر تا سر جهان اسلام سود میبرن به گمان خودشون. باز گفتم به گمان خودشون، این که این سود رو واقعا میبرن یا نمیبرن داستان دیگری، ولی تصورشون که از بنیادگرایی سود میبرن. توجه میکنید؟ اگر به داعش میگن تکفیری، از همین اسمش باید بدونید که اینات میکنی؟ اینا از چیز دیگری دلنگران نیستن، از این که داعشیان به شیعیان میگن شما کافری. توجه میکنی؟ هیچ وقت به داعشیان نمیگن شما بنیادگرای اسلامی اید و چون بنیادگرای اسلامی اید خط ناسوابی در پیش گرفتی. میگن چون داعشیان تکفیری هن. خب داعشیان چی رو تکفیر میکنن؟ قبل از همه و پیش از همه و بیش از همه شیعیان. اینه که روحانیون متاسفانه گمانشون در این دستر پاسر جهان که حرکتهای بنیادگرایانه به سودشونه. منتها روحانیون شیعی بنیادگرایی اسلامی شیعی رو میپسندن، روحانیون سنی هم بنیادگرایی اسلامی سنی رو میپسندن. اینات بکنید، اگر دقت بکنید واکنش های جدی هم در برابر بنیادگرایی های یک دیگر نشون ندادن تا الان، هیچ وقت واکنش جدی نشون ندادن. علتش اینه که روحانیون شیعی و سنی و فرق نمی کنه، روحانیون یک نوع مشکل فرهنگی با غرب دارن. می گفتم پوتین مشکل چی داره؟ ایدئولوژیک داره. اینا یک مشکل فرهنگی دارن. اینا همه دین گریزی های مردم رو به جهت غرب میدونن، فکر میکنن اگر در جامعه های اسلامی دین گریزی وجود داره، اگر اسلام گریزی وجود داره یا اسلام ستیزی یا این ستیزی وجود داره، عامل اصلی و اساسیش غربه، و بعد میگن این بنیادگرایی ها هم درست آماج گرفتن غرب رو، پس بذار هرچه میکنن غرب رو بهراسانن، بترسانن. وقتی غرب ترسید و هراسید، اون وقت به گفته اینها تهاجم فرهنگیش چه میکنه؟ کم میکنه. چهار تا از این انفجارها که در پاریس و این طرف و اون طرف رخ بده، اون وقت تهاجم فرهنگی غرب به جهان اسلام دیگه متوقف میشه از ترس اون ترورها. اون وقت ما روحانیون نفس میکشیم، چون گمان میکنیم مردم الان دیگه مسلمان
خواهند بود، اسلامگیرا خواهند بود، اسلامگریز نخواهند بود، اسلام ستیز نخواهند بود. من باور نمی کنم. اینم از اون چیزی است که باور نمی کنم که روحانیون همشون نه بارها تکرار کردن. بخش اعظمشون در دلشون قصه‌مند باشن از این که و پریشان باشن و دلنگران و دغدغه‌مند باشن از رشد بنیادگرایی اسلام. اینا طبقه بود. و هم قسم سوم هم فقرای جهان اسلام هم. اونایی که بیش از حد فقر کشیده شدن. توجه میکنید دیگه در حد ضروریات زندگیشون هم در زندگیشون ندارن، اینها هم بنیادگرایی اسلامی درشون طرفدار داره. اینا هم فکر میکنن بنیادگرایی اسلامی به سودشون تمام خواهد شد. عنایت میکنید چرا؟ این هم دلش عرض میکنم. فقر سه تا چیز میاره و هر سه تا چیز کمک کرده به بنیادگرایی اسلامی در میان قاطبه های مردم فقیر جهان اسلام. یکی این که فقر مادی فقر فرهنگی میاره. هر چه ما به لحاظ مادی فقیرتر میشیم، به لحاظ فرهنگی یعنی به لحاظ وسعت معلوماتمون، به لحاظ قدرت تفکرمون، به لحاظ قوت فهممون و به لحاظ تجاربمون فقیرتر میشیم. یعنی این فقر مادی فقر فرهنگی میاره. انات میکنیم. و فقر فرهنگی معناش اینه که به هر خرافه‌ای تسلیم میشیم. توجه میکنیم. به هر خرافه‌ای تسلیم میشیم و یکی از اون خرافات هم همین خرافه‌ای است که به نام بنیادگرایی اسلامی در جهان اسلام 200 ساله که پدید اومده و تقریبا 40 ساله که داره بیدار میکنه. این یک علت. یه علت دوم اینه که فقر حتما حسد میاره. چاره نیست. مقصرم نیست یه آدم فقیری که ضروریات زندگیشو نداره حسد نبره. حافظ هم 700 سال پیش میگفت که غیرت نیاورد که جهان پربلا کند. گفت حواستون باشه اگه از منهج عدل عرض کنم که عدول کردی و به گفته امروزیان شکاف فقیر و غنی از حدی بیشتر شد، اون وقت دیگه اون که فقیر شده این همه شده هم خواهد زد. میدونید چرا؟ چون حسد یه چیزی در ما آدمیان هست. میگه آخه چرا در دنیا کسانی هستن که اگر آنچه خرج سگشون میکنن به من میدادن، در خرج سگشون میکنن در یک ماه اگر به من میدادن، من 5 سال خودم رو و خانواده‌ام رو با اون پول اداره میکردم. و این چیزیست که هست. یعنی فاصله طبقاتی بین کشورهای فقیر و کشورهای غنی، کشورهای شمال و کشورهای جنوب به تعبیری، و حتی در خود کشورهای جنوب، در خود کشورهای فقیر هم بین قشرهای مختلف همون کشورهای فقیر هم اونقدر فراوان شده که یک کسی پیش خودش میگه آخه من و زن و فرزندانم ارزش یک گربه را نداریم که یک خانواده در پاریس میشینن برای گربهشون در یک ماه پولی خرج میکنن که اگر به من میدادن من در افریقا و الجزائر رو عرض کنم که فیلیپین میتونستم 5 سال خانوادم رو با پولی که یک ماه خرج گربهشون میکنن. خب این شکی نداره. وقتی یک کسی میگه میخوام برم اونا را لهشون کنم، دختران و پسران جوان اونا را منفجر کنم، خیلی استقبال میکنم. خیلی استقبال میکنم. این شکی نداره. حالا من بعد تو راه حلها خواهم گفت که این نکته مهمی. و اما نکته بعدی اینه که شخص فقیر هیچ چیز از دست نمیده. بنابراین شجاع و جسور. ببینید اون کسی که اگر از 5 کیلومتریش یک صدای یک فشفشه به گوش زن و بچهش بخوره فوری تقاضای روادید میکنن که برن توی کشور دیگه زندگی کنن، این کجا؟ و کسی که بگه هر چه پیش آید برای ما زیانی نخواهد داشت، بلکه ممکنه اصلا تغاری بشکنه، ماستی بریزه و جهان گردد به کام کاسدیسان. من چیزی از دست نمیدم. آدمی که واقعا نان زن و بچهشو نداره، این از چی میترسه که شجاعت نداشته باشه، جسارت نداشته باشه؟
خب به این سه جهت میبینید فقیران جهان اسلام بزرگترین کسانی هستند که هر جا بیرق عرض کنم که بنیادگرایی اسلامی بلند بشه، حالا چه از طرف طالبان و ملا عمر باشه، چه از طرف القاعده و بن لادن باشه، چه از طرف داعش باشه، چه از طرف بوکو حرام باشه و چه از طرف بنیادگرایان اسلامی مذاهب مختلف، هر جا بلند بشه اینا زیر پرچمش سینه خواهند زد. اعتراف می‌کنید؟ اما از این سه دسته که بگذاریم که گمان می‌کنن بنیادگرایی اسلامی به سودشونه، بیشک کل کره زمین زیان خواهد کرد. چه غرب زیان میکنه و چه خود کشورهای اسلامی، هم غرب و هم کشورهای اسلامی، هم کشورهای اسلامی که خاستگاه بنیادگرایی اسلامی هست و هم غرب زیان خواهد کرد، جهان زیان میکنه به طور کلی. به این جهت رهایی از بنیادگرایی اسلامی رهایی است که رهایی از همه مصائبی است که در دنیای امروز ما وجود پیدا میکنه. غیر از مسائلی مثل محیط زیست، تقریبا هر مسئله دیگری تحت تأثیر بنیادگرایی اسلامی قرار گرفته. بگذاریم از این که اگر انفجارهایی که تهدید میکنن رخ بده، محیط زیست کره زمین هم بر اثر این بنیادگرایی اسلامی تخریب خواهد شد، اگر اون که میگن ما چاهای نفت رو فلان میکنیم و بهمون میکنیم. این در واقع خطره. برای مقابله با بنیادگرایی اسلامی سه وجه مقابله وجود داره. یکی نشان دادن این که سه معتقد بنیادگرایان اسلامی نه استدلال عقلی به سودش وجود داره و نه استدلال نقلی. این یک راهه. این در واقع یک راه بحث فلسفی است با بنیادگرایان اسلامی که نشون داده بشه که بنیادگرایی اسلامی در این سه تا گزاره نمیتونه ذره‌ای دلیل عقلی به سود این دو گزاره اقامه کنه و نه حتی دلیل نقلی، یعنی دلیل برگرفته از قرآن و احادیث نبوی و احادیث معصومین شیعی و امثال ذلك. این یک نکته. این بحث امشب من نیست، یعنی بحث فلسفی. اتفاقا عادل ظاهر در همون کتابه که الان بهش اشاره کردم، اون اتفاقا یک بحث فلسفی در این باب کرده. منتها بحث فلسفی عادل ظاهر در اون کتاب درباره نامستدل بودن بنیادگرایی اسلامی فقط از منظر عقلی، دیگه از منظر نقلی وارد بحث نشده، ولی عقلن و نقلن میشه نشون داد که هر سه تو گزاره خطاست. این یک بحث. یک بحث دوم میشه داشت با بنیادگرایی اسلامی و اون بحث فلسفی نیست، بحث اخلاقی. نشان دادن این که بنیادگرایی اسلامی ما را به کارهایی وادار خواهد کرد، یعنی به کردار و گفتاری خواهد کشان که این کردار و این گفتار مطلقا از لحاظ اخلاقی موجه نیست، یعنی چاره ای نداره هیچ بنیادگرای اسلامی الا این که دیر یا زود ضوابط اخلاقی رو زیر پا بگذاره. اینم یک بحث. باز اینم بحث من امشب نیست و امیدوارم وقت دیگری در فرصت دیگری این بحث یک و دو هم صورت بگیره. اما بحث من بحث سومه میشه، نه از منظر فلسفی، نه از منظر اخلاقی، بلکه از منظر مصلحت اندیشانه که چه مصلحت اندیشی می شود کرد که بنیادگرایی اسلامی آهسته آهسته در جهان اسلام تضعیف بشه و هم جهان اسلام بتونه رو به طرف امنیت و رفاه و عدالت و آزادی رو به طرف این چهارتا بره و هم جهان از شر تروریسم و هولانگیزی و هراس‌افکنی جهان اسلام از این شر رها بشه و بشه شر جهان اسلام و جهان غرب برگردن به یک روابط سالم انسانی با یک دیگر. عنایت میکنید؟ غرضم اینه که این بچه سوم، یعنی بچه مصلحت اندیشانه، بچه‌ای است که میخواد دو تا کار بکنه.
در واقع یکی این که جهان اسلام که هم از لحاظ امنیت، هم از لحاظ رفاه، هم از لحاظ عدالت و هم از لحاظ آزادی عقب افتاده است از جهان غرب، اینو دارای این چهار تا نعمت بزرگ، این چهار تا آرمان بزرگ اجتماعی بکنه. یکی هم این که تضاد میان جهان اسلام و غرب را، این تضاد را از میان ببره که بتونیم ما در این جهان همزیستی مسالمت‌آمیز داشته باشیم با بنی نوع خودمون، همه کسانی که در شرق و غرب زندگی میکنن بتونن با هم زندگی کنن و این چهار صباح رو دیگه بدتر از این که هست به سر نبرن، درد و رنج جهان رو بیشتر از اون مقداری که دیگه ازش بد و چاره ای نیست نکنن. این در واقع بس. من الان درباره این نکته میخوام عرض بکنم که چه کارهایی میشود کرد. کارهایی که میشود کرد، من به نظرم میاد که کارهایی که ما باید بکنیم، سه گروه بیشتر از همه بر دوششون این کار رو انجام بدن. یکی قدرت‌های سیاسی غربی هست که مورد حمله اسلامگرایان بنیادگرا قرار گرفتن، یکی این، یکی روحانیون جهان اسلام و یکی روشنفکران جهان اسلام هست. یعنی متفکران غیر روحانی که دغدغه دینی دارن، دغدغه دین و مذهب دارن، دغدغه این دارن که مردم در جامعه به اسم اسلامی واقعا هم مسلمانانه زندگی کنن. اینه که این چیزهایی که من خدمتون یادداشت کردم و خواهم گفت، هر کدامش مسئولیت بیشترش در واقع بر دوش یکی از این سه گروه. اول بپردازم به کشورهای غربی، یعنی قدرت‌های غربی. قدرت‌های غربی اول کاری که باید بکنن اینه که در جهت ترفیه، یعنی در جهت مرفه سازی کشورهای بسیار فقیر جهان اسلام به جد فعالیت. ببینید فقر باطلاقی است، همونطور که اون متفکر گفت، که تمام قارچ‌های خرافه از این باطلاق رشد می‌کنه. تا جهان اسلام در فقر به سر می‌بره، این جهان مستعد به این خرافات. خرافاتی که هم خود خرافه زدگان رو نابود می‌کنه و هم دیگران را به آتش این خرافه زدگان خواهد سوزاند. جهان غرب که از لحاظ رفاه بسیار 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 پیشرفته تر از کشورهای جهان اسلامه، باید بفهمد که اگر میخواد بنیادگرایی اسلامی تضعیف بشه و پژمرده و باز هم پژمرده و باز هم پژمرده تر بشه، اول باید فقر در جهان اسلام بشکن بشه. توجه میکنید هر جا فقر هست شما یک منجلابی دارید، یک مردابی دارید که توش خرافه میروید و از خرافه های نظری خطرات عملی برمیاد میشه. هر خرافه ای در عمل تبدیل به خطر میشه. بنابراین نباید با این حرف هایی که میزنن و دل خودشون خوش میکنن، کمک هایی که دائما در این کنفرانس ها و سمینار ها و مصاحبه ها میگن ولی معلوم نیست اصلا انجام میگیره یا انجام نمیگیره، اگر واقعا میخوان بدون اینکه بر خشونت جهان بیفزاین و بدون اینکه برای نابود کردن بنیادگرایی اسلامی خودشون هم دست به تبخش‌های بزرگ بزنن که بعضا روی بنیادگرایان اسلامی هم ممکنه سفید کنن، اگر میخوان این کارو نکنن، چاره ای جز این نیست که ترفیه یعنی مرفه سازی کشورهای اسلامی این در برنامه‌شون باشه. مرفه سازی هم به معنای صدقه دادن به کشورهای اسلامی نیست، به معنای گدا پروری نیست، به این معنا نیست که ما دست صدقه مثل افریقاییان بیچاره دراز کنیم که اینا به طرف ما آرد پرتاب کنن. نه، با برنامه‌هایی که اگر این برنامه‌ها محقق بشن جهان اسلام در جهت رفاه روش خواهد کرد، با این برنامه ها مخالفت نکنند، کارشکنی نکنند برای برنامه هایی
که این برنامه ها جهان اسلام رو مرفه تر خواهد کرد. نگاه کنید. خب من در این جهت هم به جهت اینکه معلومات هم خیلی کمه و هم به جهت اینکه تقریبا واضحه این نکته، دیگه من بیشتر از این نمیپردازم. این کار اولیست که باید بکنم. تا جهان اسلام فقیره همین است که خواهید. فقر به همون سه جهتی که گفتم همیشه فقرا را در برابر مرفهان قرار میده و چون مصداق مرفهان در جهان امروز جهان غربه، همیشه این فقرای جهان اسلام میان به طرف کشورهای غربی برای اینکه این کشورها رو نابود کنند. یک. اما دوم که کم اهمیت تر از اولی است، شما یک به عنوان یک کشور غربی، به عنوان یک قدرت سیاسی غربی میتونید کمک هایی بکنید در راه اینکه کشور مصر مرفه بشه مثلا، یا کشور عراق مرفه بشه، یا افغانستان مرفه بشه، یا پاکستان، یا هر جای دیگر. اما مهمتر اینه که نگذارید شکاف طبقاتی هم در این کشورها پدید بیاد. شکاف طبقاتی خطرش از فقر کمتر نیست. ببینید شما تصور بکنید یک کشوری که همه درش فقیرند ولی تفاوت درآمدهاشون فقیرترین با غنیترین اینه که فقیرترین روزی مثلا 3 دلار درآمد داره، مرفه‌ترینشون روزی 15 دلار. این کشور طبق هم مثالی که زدم مسلمه کشور خیلی فقیریه. کسی که در روز فقیر 3 دلار حقوق میگیره در روز و غنیش 15 دلار مسلمه خیلی فقیره، اما شکاف طبقاتی نداره. مردم وقتی ببینن همه مثل خودشونن، نت میکنید اون آشوبناکی ها و تلاطم افکنی های اجتماعی رو بهش تن نمیده. اما حالا کشوری رو در نظر بگیریم که به جای اینکه فقیرترینش 3 دلار در روز درآمد داشته باشه و غنی‌ترینش 15 دلار، فقیرترینش 30 دلار در روز داشته باشه اما غنی‌ترینش 15,000 دلار، این مسلماً این کشور مرفه تر از کشور اوله، ولی شکاف طبقاتیش 10 برابر اون کشوره و این کشور دوم خطرخیزتر است از کشور اول، چون بیشتر از فقر اون شکاف طبقاتی است که ما را میکشونه به این که به هر حرکت تلاطم‌انگیزی تن بسپاریم. بنابراین کمک کردن به کشورهای اسلامی در جهت ترفیه کشورهای اسلامی، اونم نه به صورت عرض کنم که صدقه بخشی، باید منظم بشه به این که شکاف طبقاتی در این کشورها نگذارن از یه حد بیشتر بشه. شکاف طبقاتی بیشتر بشه این وضع پدید خواهد آمد. چاره ای هم جز این به نظر میاد که نیست. اینم کار دوم. کار سوم اینه که غرب به طور کلی و علی خصوص آمریکا از پشتیبانی بی قید و شرط از اسرائیل باید دست برد. تا وقتی جهان اسلام احساس بکنه که یک دشمنی در درون و در شکم و در بطن این جهان اسلام هست و این دشمن هر کار که بکنه مورد موافقت غربه، امکان نداره که دل جهان اسلام نرم بشه به غرب. امکان نداره. ما میتونیم از هر کشوری که آمریکا و چه عرض کنم که فرانسه و چه آلمان و چه ایتالیا و هر کشوری میتونه از هر کشور دیگری حمایت کنه، اما حمایتش باید مقید و مشروط به یک سلسله ضوابط باشه، وگرنه هر کشوری حق داره به خاطر منافع ملی خودش با هر کشور دیگری دست دوستی بده، اما به شرط اینکه بی قید و شرط نباشه، به شرط اینکه ما مردم مسلمان استنباطمون این نباشه که گویا قدرت‌های غربی گفتن اسرائیل تو هر کاری که دلت خواست
بکن، ما تصویر خواهیم کرد، ما باش مخالفت نخواهیم کرد. هنوز میکنیم تا وقتی این باشه، ما از 1946 به این طرف این وضع رو استنباط وجدان عمومی جهان اسلام، استنباط افکار عمومی جهان اسلام همینه که غربی ها یک اسرائیل در اینجا درست کردن، کشور اسرائیل. نفت میکنیم دوستان توجه میکنند ما قدرت ها محل بحث مونند. من اصلا معتقد نیستم که هر یهودی هرگز اینجور نیست، توجه میکنیم هرگز اینجور نیست. هرگز نمیشود روی یهودیان اسرائیل حکم کرد از روی فعالیت هایی که عرض کنم که دولت اسرائیل میکنه، همینطور که نمیشه روی ملت روسیه حکم کرد از روی فعالیت هایی که رژیم پوتین میکنه، همینطور که نمیشه روی ملت ایران حکم کرد از روی فعالیت هایی که جمهوری اسلامی میکنه. دولت های چیزن، ملت های چیز دیگر. البته میزان دخالت ملت ها در تصمیمات دولت ها البته متفاوته، اما به هر حال من کاری به مردم یهود ندارم، من کاری به مردم فلسطین اسرائیل هم ندارم که در کشور اسرائیل زندگی میکنن. بحث بستر قدرت سیاسی حاکم بر اسرائیله. تا وقتی افکار عمومی جهان اسلام بگه اینا گفتن تو هر کاری که بکنی ای اسرائیل ما تاییدت میکنیم، ممکنه چند تا عرض میکنم ترشروعی ظاهری هم نشون بدیم، یکی محکوم کردن ظاهری هم در کار داشته باشیم، ولی دلت قرص باشه ما هیچ وقت با تو مخالفت نخواهیم کرد. خب تا استنباط افکار عمومی جهان اسلام اینه، ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم از کسانی که هر چند وقت به مال و جان و ناموسشون تعرض میکنید شما، نمیتونیم به اینا بگیم که آقا غرب مقصر نیست، نمیتونیم بگیم آقا مخالفان بنیادگرای اسلامی جهان غرب برحق نیستن، نمیتونیم به اینا بگیم، چون احساس میکنن همین بنیادگرایان دارن یه اپسیلون از انتقام جهان اسلام رو دارن از غرب میگیرن. بنابراین چاره ای جز این نیست که مال ما، جان ما، ناموس ما و آبروی جهان اسلام از تعرض اسرائیل مسئول باشید. شما حق دارید با اسرائیل دشمن باشید، حقا دارید دوست باشید، ما به اونش کاری نداریم، اما اینکه یه کسی رو بگن تو برو هر که رو گاز گرفتی ما ازت حمایت میکنیم، خب معلومه که نمیشه جهان اسلام بپذیره همچی داستانی رو. مقید و مشروط کردن کمک هایی که شما به اسرائیل میکنید، لااقل مقید و مشروط کردنش به رعایت حقوق بشر نسبت به عرب ها، نسبت به خود یهودیان، حتی نسبت به مسیحیان، نسبت به مسلمانان، لااقل حقوق بشر رعایت کنید، نت میکنید. خب این البته و کاری که به نظر من غرب به عنوان یک کار خیلی مهم باید انجام بده و تا انجام نده و متقاعد نکنه افکار عمومی رو، این وضع برقرار خواهد بود، همین معامله است که با اسرائیل. غرب از کشورهای دیگری هم در منطقه در واقع حمایت میکنه، ولی هیچ کدامش به اندازه حمایتی که از اسرائیل میکنه آزرده و جریحه دار نکرده روان انسانهای مسلمان. این 1 میلیارد انسان، 1.5 میلیارد انسان مسلمان، اینم یک نکته. بعد این که غرب نباید از حکومتهای مستبدی که در جهان اسلام مثل خوره افتادن به جان کشورهای اسلامی از اینا حمایت بکنه، اینم چیز قابل ذکریه. غرب اگر حکومتی در یک کشور مسلمان منافع غرب رو بهش تعرض نکنه، اجازه میده این حکومت با مردم خودش هر کار که خاص بکنه. گویا به زبان حال داره غرب میگه به هر حکومتی، هر چقدر مستبد، هر چقدر دیکتاتور، هر چقدر دشمن، میگه تو با منافع من کاری نداشته باش، با مردم خودت هر کاری که خواسته بکنی بکن. خب وقتی مردمی زیر
سلطه یه همچی حکومتی به جان میان و بعد میبینن شما قدرت‌های غربی حمایت میکنید از حکومتی که اینجور مچالش کرده این فرد رو، این ملت رو، خب شکی نداره که نسبت به غرب بدبین خواهند بود. این کمکی که غرب به کشورهای دیکتاتور و مستبد و دژخیم که جهان اسلام میکنه، فرق نمیکنه که این حکومت ها حکومت های دینی باشن، حکومت های سکولار باشن، حکومت های عرض کنم که لائیک باشن، سوسیالیست باشن به ظاهر، لیبرال باشن به ظاهر، اینا فرق نمیکنه. فرق اینه که حکومت هایی که رحم نمیکنن به مردم خودشون، حمایت میکنید؟ خب اینا رو شما ازشون حمایت میکنید، خب مسلماً مردم این کشورها در این تنگنایی که دولت مورد حمایت شما برایشون ایجاد کرده مفر رو میجوین و اون مفر یکیش همینه که به بنیادگرایی اسلامی بپیوند. یک مطلب سوم، غرب به نام آزادی بیان سال هاست که مقدسات دینی مسلمانان جهان را توهین، اهانت، تحقیر و تخفیف میکنه. من در اینجا باید چند تا نکته رو بگم از باب حقیقت طلبی. اولا دوستان توجه بکنن، شما دیده ای که در این سالها کاریکاتورهایی که شخصیت‌های مورد احترام مسلمانان جهان رو در این کاریکاتورها به طنز، به تیبت، از سر شوخی پردازی، به هر حال معروض یک سلسله خندیدن‌ها، یک سلسله مسخره‌ها قرار می‌گیره. جهان اسلام هم خب طبعاً با کنش نشون می‌ده. درسته؟ چند تا مطلب رو اینجا باید از هم تفکیک کرد. و من میخوام به هر پنج تا مطلبش بپردازم. نکته اول اینه که بنده معتقد نیستم که موجودی که از دنیا رفت بشه بهش اهانت کرد، بشه بهش توهین کرد. من مصطفی وقتی که از دنیا رفتم دیگه امکان نداره موجودی بتونه من اهانت یا توهین بکنه. چرا؟ به جهت اینکه یا من وقتی از دنیا رفتم معدوم میشم، معدوم شدم، صفر شدم، نابود شدم، و یا نه زندگی پس از مرگی وجود داره و در اون زندگی پس از مرگ من ملکیان به زندگیم ادامه خواهم داد. اما من مصطفی تو اون زندگی پس از مرگم که ننشستم اون بالای کره زمین و ببینم چی داره تو روزنامه ها عکس منو میکشه یا نقاشی میکشه یا بر من شعر هزلامیز میگه و امثال داره. آقا عالم آخرت یه عالمیست منفک از عالم دنیا. توجه میکنیم به هیچ پیامبری، به هیچ بنیانگذار دین و مذهبی، به هیچ امام دینی، به هیچ پیشوای مذهبی، به هیچ شخصیتی وقتی که مرد اهانت صدق نمی‌کنه. اهانت معنا داره. اهانت یعنی تو با گفتار یا کردار خودت یا مرا تحقیر کنی، یا اهانت و توهین یا مسخره، و به یکی از این سه وسیله مرا برنجانی. در این صورت اهانت کردی، توهین کردی. کسی که از دنیا رفت اگر نابود شد که هیچ، و اگر طبق معتقدات مسلمانان جهان و همه متدینان جهان اگر در جهان دیگری به سر میبره، اون جهان ربطی به این جهان نداره. تو فکر کردی اونجا نشسته داره مجله شارلی ابدو رو ورق میزنه پیامبر اسلام؟ بنابراین اول نکته این که هر چه در این ابواب گفته شده در باب اهانت به پیامبر اسلام و توهین به پیامبر اسلام، اینا شوخیه. یک ذهن عمیق فلسفی میفهمه که اینا فقط و فقط شوخی. این نکته اول. نکته دوم اینه که در این حال 1.5 میلیارد انسان دارن روی این کره زندگی میکنن
و با کاریکاتور پیامبرشون رو کشیدن موجب درد و رنج اینها میشید. این محل بحث میکنید؟ نه پیامبر به پیامبر که کسی انده توهین بکنید. این محل بحثه که آیا من حق دارم با یک کاریکاتور 1.5 میلیارد انسان روی زمین رو که دارن زندگی میکنن به درد و رنج و تعب و اضطراب و تشویش و دغدغه و ناگواری و تلخی زندگیشون مبتلا کنم یا نه. باید عنوان بره روی آزردن بلا جهت 1.5 میلیارد انسان روی زمین. جرم اون کسی که کاریکاتور میکشه اینه که 1.5 میلیارد انسان روی زمین رو بی جهت درد و رنج بهشون وارد کرده و ما میدونیم که اول کاری که ما حق نداریم به هیچ انسانی وارد بکنیم ایجاد درد و رنج غیر لازم به اون انسان. چه لزومی داره 1.5 میلیارد انسان روی زمین که مسلمانند رو ما با یه عکسی برنجانی میشون؟ بله؟ چه توجیهی داره؟ ببینید شما اگر یک سیلی تو گوش من بزنید نابهر، آیا شما را جلب نمی کنن به کلانتری؟ اون وقت شما به یه شخصیت مورد علاقه من توهین می کنید که اگر به جاش 1000 سیلی به من زده بودید من اینقدر رنج آرزم نمی شود. وقت چرا برای یه سیلی نابحق که به گوش من می نوازی طرف رو می بریدش به دادگاه، ولی کسی که میاد به شخصیت مورد احترام من نقاشی راجع بهش این کشه یا فلان، خب من که میرنجم، او که خودش منزه هست از این حرفا، من که میرنجم. من خیلی از مسلمانان جهان اسلام حاضرن 100 برابر عرض کنم که یک کتک عادی شکنجه بشن ولی به پیامبرشون کسی نگه بالا چشم پیامبرتون عبود بلازینه. وقت عجیبه که چگونه یک سیلی، چگونه یک ضربه تو فک من، چگونه یک عرض میکنم که گوش منو مجروح کردن، این شما را با دادگاه مواجه میکنه و با قوه قضاییه مواجه میکنه و میگید آقا ظلم شده به فلان کس، باید حقش استیفا بشه. اما اگر کسی با من کاری کرد که من دوست داشتم که اون کار رو انجام نمیگرفت، دوتا گوشم رو از بیخ میبریدم، وقتی اینو میگید شما حق ندارید که زندانش بذارید. این معناش اینه که برای شما فقط تن انسانه. توجه میکنید؟ فقط تن رو شما انسان میدونید و میگید اگر کسی یه زخمی به صورت فلانی وارد کرد باید ببریم جریمه جرم رو ازش بگیریم. اما اگر روح من رو آزرد، جان من رو آزرد، اونم آزاری به مراتب بیشتر از اون آزاری که از زخمی شدن بدنم میبرم، اون وقت اینه کسی حق نداره بهش تعرض بکنه. خب اینم نکته دوم. پس نکته دوم اینه که نمیشود ما ببریم روی مسئله اهانت به پیامبر، اما میتونیم مسئله رو ببریم روی درد و رنج 1.5 میلیارد انسان که هیچ تقصیری ندارن جز اینکه یه دینی دارن. مگه 1.5 میلیارد انسان دیگه هم مسیحیت دینشون نیست؟ و مگر 1 میلیارد انسان دیگه هم بوداییت دینشون نیست؟ ما چه تفسیری داریم که اسلام دین ماست؟ بله؟ چه تفسیری داریم که شما میتونید به خودتون این اجازه رو؟ پس نکته دوم اینه. نکته سوم اینه که آزادی بیان که اینقدر برش تأکید میشه درباره این که آقا ما آزادی بیان رو نمیتونیم محدود بکنیم، آزادی بیان هرگز به صورت مطلق قابل دفاع نیست. هرگز آزادی بیان به صورت مطلق میدونه اگه شما بخوای بگید آزاده، یعنی اولا معلوم عقاید و باورهای نادرست وارد اذهان دیگران کردن این جایز، چون میگید آزادی بیان دیگه. آزادی بیان یعنی هر کسی هر خزعبلاتی، ترهاتی، هر خرافه‌ای، هر جهل مرکبی رو، هر عرض میکنم که توهمی رو، هر هذیانی رو وارد ذهن دیگران بکنه مشکلی نداره. این اولا. ثانیاً اگر کسی با بیان خودش هر گونه آزاری به دیگران داد اشکال نداره. آزادی بیان
قید و شرط باید داشته باشه. من در باب قید و شرط های آزادی بیان فعلا نمیخوام بحث بکنم. آزادی بیان 4 قید باید داشته باشه. نمیشه هر بیانی بگن آزاده. انات میکنیم؟ اینه که توسل به آزادی بیان مطلقا به لحاظ اخلاقی و حتی به لحاظ حقوقی درست نیست. آزادی بیان به معنایش اینه که اگر با دستت به من ظلم کردی اشکال داره، اما اگه با زبانت به من ظلم کردی چون مشمول آزادی بیانه هیچ مشکلی نداره. خب راجع به اونم اگه بخوام بحث بکنم که 4 شرط باید آزادی بیان داشته باشه، دوستان توجه بکنن، من موافق آزادی بیانم، اما میگم آزادی بیانم قید و شرط داره. نمیشه به فقط بگیم آزادی بیان. خب من از شما پرسم چرا آزادی گفتار بله ولی آزادی کردار نه؟ چرا؟ آخه به چه دلیل آزادی کردار انسان ها نه اخلاقا دارن و نه به لحاظ حقوقی ولی آزادی گفتار دارن؟ مگر گفتار کردار تفاوت با هم میکنه؟ چرا شما ایش وقت نمیگید آزادی عمل بله ولی میگید آزادی بیان بله؟ نه، هم آزادی عمل قید و شرط برداشته باشه هم آزادی بیان، چون عمل و بیان هر دوشون رفتارن، منطقه گاهی رفتار آدم به صورت کرداره گاهی رفتار آدم به صورت گفتار. حالا تازه در ذیل همین نقطه سوم اینم عرض بکنم که آیا طنز و کاریکاتور و نقاشی اصلا مصداق بیانه؟ اینا مثل این که فرض رو بر این گرفتن که کاریکاتور مصداق بیانه. اینم اول کلامه به لحاظ فلسفی. چه چیزهایی مصداق بیانند؟ ما میدونیم گفتن مصداق بیانه، نوشتن هم مصداق بیانه، اما آیا نقاشی هم مصداق بیانه یا نه؟ آیا مجسمه سازی هم مصداق بیانه یا نه؟ انا میکنیم این اول کلامه به لحاظ فلسفی، ولی خب حالا بحث فلسفیش اینجا جا نداره، وگرنه این که اصلا چه چیزی بیان رو از عمل جدا میکنه، یعنی گفتار رو از کردار جدا میکنه، و مثلا کشیدن یک کاریکاتور رو باید عمل دانست یا بیان، یعنی کردار دانست یا گفتار، اونم داستان دیگری داره. اینم نکته سوم. نکته چهارم اینه که در عین حال ما هرگز نمیتونیم بپذیریم فعالیت‌های تروریستی. چرا؟ به دلیل اینکه فعالیت‌های تروریستی در نهایتش معناش اینه که اگر کسی خطایی مرتکب شد هر کس دیگری رو میشود کشت. درسته؟ اون کسانی که دارن تو بازار بغداد راه میرن، اون کسانی که دارن در فروشگاه‌های پاریس خرید و فروش میکنن، اونایی که دارن در رستوران‌های پاریس غذا میخورن، اونایی که دارن در تئاتر و سینماهای پاریس دارن اوقات فراغتشون رو میگذرونن، اونا همون کسی هم که کاریکاتور رو رسم کردن. الا فتکف الاسلام، که ما خوشبختانه در زمان قبل از جمهوری اسلامی از روحانیونمون به کرداد شنیدیم و یاد گرفتیم، اگر دیگه بعد خبرش نشنیدیم، ولی لافت کف الاسلام اون میگه حتی کسی را که باید بکشید هم نمیتونید بقتتن بکشید. توجه میکنیم؟ نه اینکه کس دیگری را میتونید بکشید. وقتی پیامبر میگفت لافت کف الاسلام، میگفت حتی اگر کسی حقش کشته شدن هم هست نمیشود از کمینگاه رو کشت. راجع میکنیم؟ اونو میگفت. اون وقت چه برسه به این که یک کسی عرض کنم که کاریکاتور بکشه، اون وقت یک کسان دیگری رو به جرم این که هم دین او هست، هم جامعه او هست، در اون فرهنگ زندگی میکنن، تو اون تمدن زندگی میکنن، هم نفسن با او، حتی موافقن با او، مگه میشن چی کاری کرد؟ بنابراین تروریسم نه به لحاظ حقوقی نه به لحاظ اخلاقی هیچ گونه مجوزی نداره. من در همینجا اشاره بکنم
به این که در زبان عربی صدر اسلام به ترور گفته میشد فتح. ترجمه می‌کنید؟ و پیامبر به تروریسم تعبیر فتح به کار می‌بردن و گفتن لا فتح فلسطین. اما متاسفانه بعضی از روحانیون ما بعد از جمهوری اسلامی با کمال آگاهی، چون من باور نمی کنم اون روحانی اینم بلد نباشه، با کمال آگاهی کاری کردن که من اینجا باید بگم. ببینید، در زبان عربی صدر اسلام به ترور گفته می شد فتح و پیامبرم گفتن لا فتح فی الاسلام، در اسلام ما ترور نداریم. در دو قرن اخیر که زبان عربی با تحولات جدی زبانی مواجه شد و خیلی زبان عربی در این دو قرن تغییر کرده با قبل، اومدن و به جای فتح قدیم، توجه میکنی، در زبان عربی اومدن برای ترور از تعبیر چه استفاده کردن؟ ارهاب. گفتن ارهاب، و تروریست رو میگن ارهابی، یا زن تروریست رو میگن ارهابیت، یا خود تروریسم رو میگن ارهابیت. توجه میکنید؟ این به خاطر تحولات زبانی بود. مثل این که ما هزار سال پیش پدر و مادرمون گفتن هگرز، ما الان میگیم هرگز. مثلا توجه میکنید؟ تحولات زبانی وجوده. بنابراین این ارهاب، یعنی به وحشت انداختن، هراس افکنی، ارهابیت، تروریسم، ارهابی، مرد تروریست، ارهابی یا زن تروریست، اینا همه از ساخته های دو قرن اخیر. اون وقت روحانی ما اومد در خطبه های قبل از نماز جمعه گفت که قرآن تجویز کرده ترور را. گفتیم آخه کجا قرآن تجویز کرده ترور را؟ گفت قرآن گفته و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون بهی عدو الله و عدوکم. این ترهبونه که در قرآن اومده بود، اینو به معنای ارهاب امروزی گرفت. توجه میکنی؟ با اینکه در زبان قرآن و در صدر اسلام فتح گفته میشد، اون حدیث که شیعه و سنی نقل کردن که لا فتح فی الاسلام، اون فتح بود. این نیست که در ترهبونه بید. خب ارهب و یرهب و ارهاب تو قرآن آمده ترهبونه، و خب این ارهاب همون ارهابیست که اصلا لغتش 200 ساله، 200 سال هم کم تره، نزدیک به 80 ساله در زبان عربی درست شده ارهاب. مجموع میکنیم اومد گفت به این و گفت مجددش هم همین آیه قرآنه. و دوست عزیز و گرانقدر و ارزشمند بنده آقای دکتر، عرض کنم که سعید حجاریان، در همون وقت مقاله نوشتن که مضمونش همین نکته بود که من گفتم و نشون دادم که اصلا و ابدا اینجور نیست. ارهاب به معنای این که شما بیایید و آماده جنگ باشید و اسبان خودتون آماده جنگ کنید. وقتی میبینن اسبانتون آماده جنگند، دشمنان میترسن. راجعه میکنه اعدو لهم ما استطعتم من قوه، هر نیرویی که دارید آماده کنید، و من رباط الخیل، اسبان جنگیتونم برگستمان روشون بگذارید، زین و آلات جنگی روشون بپوشونید تا دشمنانتون ببینن که دارید آماده جنگ میشید. اون وقت ترهبونه بهی عدو الله و عدو بکم، اون وقت بترسانید دشمنان خدا و دشمنان خود. این راجب تروره، راجب میکنید. و اینو کسانی گفتن که خودشون مفسر قرآن میدونن، توجه میکنید، و میگن ما مفسر قرآن. عرض کنم که این حالا قرار داده. نکته چهارم اینه که ارهاب به هیچ وجه قابل توجیه نیست، یعنی ترور به هیچ وجه قابل توجیه نیست، به دو جهت. یکی این که اساساً بقتتن بر کسی وارد شدن حتی اگر اون مجرم باشه جائز نیست، و یکی دیگه این که اصلا معنا نداره که عرض کنم که یه کسی در یه جای عمل خطا مرتکب میشه و یه کسی دیگه یا یه کسان دیگری در جای دیگری بکشن، نه به لحاظ حقوقی نه به لحاظ اخلاقی. یک فقره ترور هیچ مجوزی نداره، اصلش نداره.
بگذاریم از این که اگر خود اون کاریکاتور کش رو هم دستگیرش میکردید و به دادگاهش میکردید میکشیدید، جرمش اعدام نبود. حتی خود اون اگر جلبش میکردید به دادگاه و آزادی بیان آقایون مانع از این نمیشد که جلبش بکنن به دادگاه، تازه اونم جرمش اعدام نبود. اینم نیست. اما نکته پنجمی که در این باب میخوام بگم اینه که در این حال جهان اسلام به توسط روحانیونش و به توسط روشنفکرانش باید پرورش پیدا کنه که اینقدر حساسیت‌های نابجا از خودش نشون نده. ببین همه اونا رو گفتم سر جای خودش، ولی در این حال اینم بدونید که این که من وقتی که یک کسی نقاشی میکنه، مزاحی میکنه یا هرچی میکنه حساسیت به این درجه نشون بدم، این ناشی از اینه که من هنوز بلوغ لازم رو ندارم. اما تا وقتی این بلوغ لازم فراهم نیامده در افکار عمومی، هیچ کس حق نداره 1.5 میلیارد انسان را، ولو بگیم بالغ هم نبودن، 1.5 میلیارد انسان را هیچ کس حق نداره با کاریکاتوری. خب وقتی شما این کار رو تو قرض میکنی، اون وقت چجور انتظار ندارید که داعشی ها بتونن نیروگیری کنند و تمام بوکو حرامی ها و طالبانی ها و القاعده ای ها که الحمدلله روز به روز هم تعدادشون داره افزایش میکنه، خب چرا شما میرن جانی دیکنی میلیون میلیارد انسان رو؟ اینم دو نکته دو بود. تحقیر نه به لحاظ اخلاقی درسته، نه مصلحت نشان است. قرض حتی اگر به اخلاق هم بها نمیداد، منظورم از قرض این قدرت های قرضی ها، من کاری به مردم قرض ندارم که بسیار از من امثال من اخلاقی تر زندگی میکنن، قدرت های غربی حتی اگر تحقیر را و اهانت و توهین را و استهزاء و مسخره را به لحاظ اخلاقی هم جلوشون نمیخوان بگیرن، مصلحت اندیشانه است که جلوشون بگیرن. چون در این دنیای ترد و شکننده امروز، خب وقتی هم چی کاری میکنید به مصلحت خودتون هم تموم نمیشه، همین چیزی که متاسفانه پیش آمد. اینم یک چیز. اما نکته بعدی که میخواستم عرض بکنم اینه که یکی از علل این که بنیادگرایی اسلامی رشد میکنه در دنیا اینه که نواندیشان اسلامی، روشنفکران اسلامی، حالا تعابیر رو کار ندارم، هر تعبیری میخواید به کار برید، اینا مجال گفتگو با توده های مردم جهان اسلام رو پیدا نمیکنن. توجه میکنید؟ اگر روشنفکران دینی، نواندیشان دینی که هم در جهان اسلام فارسی زبان مثل ایران و تاجیکستان و عرض میکنم که افغانستان کم نیستن، هم در جهان اسلام ترک زبان مثل ترکیه، هم در جهان اسلام عربی زبان یعنی مثل کل جهان عرب، و هم در جهان اسلام انگلیسی زبان یعنی در اندونزی و مالزی و کشمیر و بنگلادش و هند و اینا، اگر روشنفکران دینی، نواندیشان دینی با مخاطبان وسیع مردمی امکان مواجهه داشتند، اون روشنگری هایی که اونها میکردند نمیگذاشت توده ها اینقدر در خرافه، در جهل، در هذیان، در توهم به سر ببرند که اون وقت بهترین لقمه بشن برای کسانی که میخوان بنیادگرایی اسلامی رو با اینا مجهز کنن و اینا رو دم توپشون بدن تا خودشون به مقاصد خودشون برسن. یکی از بزرگترین علتهایی که به نظر من بنیادگرایی اسلامی رو در این کشورها رواج داد این بود که همه حکومتهای کشورهای جهان اسلام اینا نمیگذارن روشنفکران دینی که یک تلقی انسانی تری، یک تلقی اخلاقی تری، یک تلقی رحمانی تری از اسلام دارن، نمیذارن تو رادیو و تلویزیون با مردم حرف بزنن. خب وقتی شما هر کانال تلویزیونی، هر کانال رادیویی رو باز میکنید، یه بنیادگرا نشسته چه در لباس روحانی، چه در لباس استاد دانشگاه، و یه بنیادگرا داره بر مردم حرف میزنه، خب مردم دیگه معلومه که مردم دانش دینیشون از کجا میگیرن. شما بگذارید روشنفکران دینی
نواندیشان دینی، تجددگرایان اسلامی، بذارید اینا هم حرف بزنن با مردم. آیا شما در این کل این کشورهای جهان اسلام تا الان یک کتاب بنیادگرایانه رو سانسور کرده اید؟ توجه میکنید؟ اما چقدر کتاب تجددگرایانه رو سانسور میکنید؟ چقدر جلوب نشر و ترویج و تبلیغ کتاب هایی که دارن از اسلام یک روایت اخلاقی، یک روایت عرفانی، یک روایت رحمانی، یک روایت انسانی به دست میدن، اینا رو جلوشون میگیرید؟ کتاباشون هیچ وقت حق نشر نداره؟ ولی هر کتاب بنیادگرایانه، هر چه بنیادگرایانه تر باشه، شما زودتر بهش مجوز چاپ میدید، خودتونم ساپورت مالی میکنید که این کتاب وسیعا منتشر بشه، مجانا منتشر بشه. خب معلومه دیگه، مردم مسلمان بالاخره باید از یک کسی بگیرن این اسلامشون رو. وقتی از اینا بگیرن شکیه که این توش پدید میاد. اینه که راهش اینه که، و متاسفانه حتی قدرت‌های غربی هم به این نکته توجه نمی‌کنن. حتی قدرت‌های غربی هم توجه نمی‌کنن که آقا این روشنفکران دینی حتی اگر به عدالت هم نخواهید بهشون حق بیان بدی، به مصلحتتونه که حق بیان به اینا بدید. شما فقط به اینا حق بیان میدید که همین افکار رو دارن تبلیغ میکنن. اینم یک نکته. بعدی که وجود داره اینه که روحانیون جهان اسلام باید به تو نکته توجه کنن. یکی این که فکر نکنن هر که با غرب ستیزه کرد سود میبرن روحانیون از دکتر جستی. روحانیون جهان اسلام نباید فکر بکنن که حالا که نمیتونن مواجهه فرهنگی با غرب بکنن، اگه یکی بیاد غربی ها رو حذف فیزیکیشون بکنه چقدر خوبه. میگن ما که نمیتونیم حذف استدلالی بکنیم، حذف فکری بکنیم، ما که در برابر این فلسفه عظیم که در غرب وجود داره، این علوم تجربی انسانی عظیمی که در غرب وجود داره، توجه میکنید، این علوم تاریخی که در غرب وجود داره، ما که نمیتونیم مقابله کنیم. اون وقت بیاییم به کسانی که حذف فیزیکی میکنن اینا رو با اینا دست بدیم، حالا یا آشکار یا پنهان. خب این خلاف واقعا. آخه شما مصالح صنف خودتون رو ترجیح ندید بر مصالح کل 6 میلیارد انسان روی زمین. سقراط همیشه یکی از سخنش این بود، میگفت وقتی در مواجهه با کسی قرار میگیری دشمنتو تضعیف نکن، خودتو تقویت کن. روحانیون در جهان اسلام متاسفانه و بازم باید بگم متاسفانه، دیگه چیزی برای گفتن در برابر فرهنگ فلسفی غرب ندارن، چیزی ندارن برای گفتن در برابر علوم انسانی غرب، روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، سیاست و و و. خب حالا که چیزی ندارن برن خودشون رو تقویت کنن تا سخنی برای گفتن داشته باشن. آخه شما خودتون میگفتید کلمت الله هی الاولیا، مگه خود شما نمیگفتی سخن خدا رو دست نداره، سخن خدا فوق همه این هاست؟ درسته؟ خب پس اگر سخنی برای گفتن ندارید، معلوم میشه سخنتون سخن خدا نیست، چون لااقل طبق گمان خودتون میگفتی کلمت الله هی الاولیا، سخن خدا فوق همه سخنانه. سخنتون اگر دون همه سخنانه که هست، این عدل و دلیل است برای اینکه شما سخن خدا رو نمی‌گید. خودتون میگفتی. من بارها گفتم اگر کسی ادعا کرد که من بزرگترین کشتی‌گیر جهانم، برای اینکه بدونید واقعا تو دلشم به این معتقده یا نه، از یه آزمون استفاده کن. توجه می‌کنید؟ اگر یک کسی گفت من بزرگترین کشتی‌گیر جهانم، اگه بهش گفتید که بناس هفته آینده مسابقه من برگزار بشه، این میگه چقدر خوب، یه بار دیگه من غلبه خودم رو یه بار دیگه هم اثبات میکنم.
میگه کاش تو این هفته دو تا مسابقه برگزار میشه، خدا کنه امسال به جای 7 مسابقه 15 تا مسابقه برگزار بشه، چون معتقد هر یک مسابقه برگزار شدن همان و هر بار یک بار برتری من اثبات میشه. اما اگر یک کسی با این ادعا گفتن مسابقه، گفت آقا تو هوای سرد چرا مسابقه برگزار میکنن؟ بهشون بگید بذارن بهار. لازم کنید تو بهار گفتیم میخوان مسابقه برگزار بشه، بگی به نظرم میاد هوا آدم تو بهار آدم سستی خوابش میاد، بگید ادوما اگر دیدید این کار کرد بفهمید معتقد نیست که بزرگترین کشتیگیر جهانه، چون داره از مسابقه تفره میزنه. پس اگه من معتقدم دانشمندم، هر جلسه بحثی رو باید از استقبال کنم، چون یه بار دیگه دانشمند بودنم تثبیت میشه. اما اگه گفتم که آخه اینقدرم بحث خوب نیست، اون وقت معلوم میشه که من ادعا رو قبول ندارم. خب شما که میگید کلمت الله هی الاولیا اول است، ثانیا که شما که مدعی سخن شما سخن خداست، خب از این دوتون چه نتیجه میگیریم؟ این که سخن شما رو دست نخواهد داشت. خب اگه سخن شما رو دست نداره پس باید چیکار کنید؟ پس باید استقبال کنید از هر حرفی که زده میشه، چون یه بار دیگه غلبه شما اثبات میشه. غیر از اینه یه بار دیگه حرف شما بر کرسی مینشینه و من نمیفهمم که چرا اینو متوجه نیستن. به جای این که برن خودشونو تقویت کنند تا بتونن حرفی برای گفتن داشته باشن، اون وقت فکر میکنن حالا یه 4 تا تروریست برن 4 تا متفکر و 4 تا نویسنده و 4 تا اهل قلم رو ترور کنن بدم نیست. من اینو به جد برش ترجیح میکنم. من معتقدم که روحانیت جهان اسلام باید خودشو تقویت کنه، دلشو خوش نکنه که یه 4 تا روشن فکر رو اینجا و اونجا سر میبرند و میکشند و 4 تا روزنامه‌نگار رو نابودشون میکنن. برای شما آبی از این داستان گر نخواهد شد. روحانیت باید تقویت بکنه خودشو به لحاظ فکری. توجه میکنید؟ آخر به گفته علی جبن و علی طالب در نهج البلاغه میگفتن من در عجبم سپاهیان معاویه در باطل خودشون اینقدر متحدن. شما بر حق به اصحاب خودشون گفتن شما بر حق خودتون متفق قول نیست. خب شما که میبینید غرب بر باطل خودش، البته باطل تو علامات کوتشن مارک، شما که معتقدید غرب بر باطل خودش اینقدر جدیت می‌ورزه، شما چرا بر حق خودتون جدیت نمی‌ورزید؟ آخه این چه نوع زندگیه؟ این چه روش آموزشه؟ این چه روش پرورشه؟ این چه روش پژوهشه که هیچی برای گفتن نداری؟ هیچی نمیتونی بگی. اون وقت فقط هر چند سباهی بار میگی میخوایم علوم اسلامی رو انسانی کنیم، علوم انسانی رو اسلامی کنیم، چه منطقی داره؟ بیایید ببینید اونها روانشناسیشون تا کجا رفته؟ جامعه شناسیشون تا کجا رفته؟ اقتصادشون تا کجا رفته؟ سیاستشون تا کجا رفته؟ فلسفهشون تا کجا رفته؟ و و و و و وقت شما پیش میبینید که خب حالا بعدم نشد، حالا بعد از این ترس وقتی تو دل غربیان بیفته دیگه هیچ کدامشون دست به قلم نمیبره در رد اسلام، چون میگه فردا یه داعشی یا سر. شما به این دل خوش میکنید؟ این درسته واقعا؟ نه، شما برید خودتون مجهز بکنید. حالا داعشی هم اومد بالا سر من، منم خفم کرد، به تو چه سودی میرسه؟ تو هنوز همون فقیری که بودی، تو هنوز همون ضعفی که از لحاظ فکری داری. آقا فلسفه روش کرده تو عالم، برید یاد بگیرید. الهیات هم روش کرده، اونم برید یاد بگیرید. سایر علوم روش کردن، برید یاد بگیرید. نه اینکه دائما قیچی دستتون باشه و چسب و بسته کنید هر کتابی، هر کسی در هر جایی به نام اسلامی کردن علوم همه رو از بین برد. چه سودی شما میبرید؟ خودتون رو فقط محروم میکنید از این. این یکی که روحانیت باید بهش توجه کنید. نکته دوم هم این که روحانیت بیاد و پیام خدا رو واقعا به مردم بگه. بابا به مردم بگید که اسلام درش فتک نیست. به مردم بگید که نمیشه کسی رو به گناه کس دیگری گردن زد. آدم تعجب میکنه در برابر سکوت
روحانیت جهان اسلام. آخه شما مبلغان دین اسلامی، خب آیا نباید لااقل اونجایی که به صراحت داره با قرآن و با احادیث نبوی با کتاب و سنت داره مقابله میشه، شما نباید یه حرفی بزنید؟ این همه به نام اسلام در این سالها، این همه توحش، این همه جنایت، این همه سبوعیت، یکی تو نباید بگید. آخه پس این که میگفتن ازا زهرت البدع فعل العالم ان یظهر علمه و الا فعلیه لعنت الله، وقتی بدعت در دین ظاهر میشه باید عالمان علم خودشون آشکار کنن و الا لعنت خدا بر اونها. بدعت فقط دیگه روشنفکر دینی یه گوشه یه چیزی مخالف شما بگه، این بدعته. اما به نام اسلام الان ترک تاز 20 سال ترک جهانه، تو ترک تاز تروریسم اسلامیه، این بدعت نیست تو اسلام، این نباید در بابش چیزی شما بگی. من فکر میکنم روحانیون حتی اگر با روشنفکران دینی با نواندیشان دینی هم مخالفت دارن، دیگه با سخن قرآن و روایات که مخالفت ندارن، بگید آقا این کارایی که اینا میکنن نیست تو اسلام، چه اسلام شیعیش چه سنیش چه هر کسی. ولی واقعا یه سکوتی آدم میبینه در روحانیون جهان اسلام. من هرگز ندیدم که به جای برای یه خنده یه کسانی در یه مجلسی کفن بپوشیم که اینا تو یک روزی خندیدن، اون وقت برای این همه جنایت که داره تو رخ میده کفن که نمیپوشیم هیچی، اصلا انگار سکوتمون سکوت علامت رضاست. من اینو نمیتونم بفهمم، من نمیتونم حذف کنم، نمیتونم قبول کنم. آخه شما یه چیزی که اگر مسلم باشه مکروهیست، انجام میگیره، شما برای مکروه این همه فتاد و فریاد میکنید، اون وقت مال و جان و ناموس مردم تو این کشورهای جهان اسلام افتاده زیر دست بنیادگرایان اسلامی در هر جایی هم به نامی، و شما اصلا هیچ گونه احساس نمی‌کنید که دین اسلام درش بدعتی داره وارد میشه. من اینو نمیتونم بپذیرم. من میگم روحانیون باید اولا خودشون رو تقویت کنن، فکر نکنن حذف فیزیکی متفکران غرب به دست تروریستای بنیادگرای اسلامی این آبی برای اونا گرم می‌کنه. اولا ثانیا بابا اگه با روشن فکری دینی دینی هم سر سازگاری نداری، با خود قرآن که دیگه سر ناسازگاری نداری، طبق ادعای خودتون البته. من اینو باز نمیتونم. و اما آخرین چیزی که من یادداشت کردم که باید گفته بشه اینه که واقعا من نمیخوام دیدگاه مثلا کسانی مثل خودم که البته در طول تاریخ بودن از این کسان، نمیخوام اون دیدگاه رو بگم که بگم هر اندیشه ای که بین انسانها خط بکشه این به زیان همین انسان هاست. فرقم نمیکنه این خط چه خطی باشه، چه خط رنگ پوست باشه، چه خط نژاد باشه، چه خط ملیت باشه، چه خط قوم باشه، چه خط دین باشه، چه خط مذهب باشه، هر اندیشه ای به گمان من که بین آدم ها خط بکشه و به جای این که بگه ما ساکنان یک کشور 7 میلیاردی این و همه 7 میلیارد انسان روی زمین اینا دادن در یک کشوری به نام کره زمین زندگی میکنن و دیگه نگذره این 6-7 میلیارد رو هیچ خطی به دو دسته تقسیمشون بکنه، حالا چه رنگ پوست و چه نژاد و چه قوم و چه قبیله و چه دین و چه مذهب و چه هر چیز دیگری، من اونو نمیگم. اون دید عارفان بود که در طول تاریخ میگفتن هر که انسان را فقط از آن رو که انسان است دوست بدارد، این کسی است که به نهایت تعالی اخلاق رسیده. اگه برای دوست داشتن انسان‌ها یه قید و شرط هم شما بگذاری، ما مشکل پیدا می‌کنیم به لحاظ دوست داشتن افراد انسان. من به اون نمیگم، ولی میگم لااقل خطهایی که دین نکشیده بین مردم دیگه شما نکشید. با اینکه به نظر خیلی از متفکران خود ادیان هم خط کشیدن بین مردم،
بالاخره متدین مسلمان مردم رو تقسیم میکنه به مسلمان و نامسلمان، مسلمان هم مسلمانان دیگه رو باز تقسیم میکنه به مسلمانان سنی و مسلمانان شیعی. مسلمان شیعی هم میاد بقیه شیعیان رو میگه اینا شیعیان زیدیان، اونا شیعیان اسماعیلیان، اونا شیعیان کیسانیان، فقط ما شیعیان امامیه این دوازده امامی. بعد شیعیان دوازده امامی هم بین خودشون خط میندازن، ما بعضی هم ولایت فقیه رو قبول نداریم. اونا اینجوری آخه این چه مجوزی داره، چه مجوز عقلی داره، چه مجوز نقلی داره. حالا من نمیگم شما مثل بودا باشید، نمیگم مثل کنفوسیوس باشید، نمیگم مثل لاوتسه باشید، نمیگم مثل مولانا جلال الدین بلخی باشید، نمیگم مثل عین القضات همدانی باشید که بگید ما همه انسانها رو دوست داریم. همچنان که خورشید وقتی صبح طلوع میکنه نمیگه من فقط در چمنزارها و گلها میتابم، بر هر منجلابی هم میتابه و خدا هم بر هر انسانی تابش داره، بر هر انسانی فیضان داره. من اونو نمیگم، میگم لااقل آقا اجازه ندین خطهایی که دیگه دین خودمون لااقل اون خطها رو نکشیده، نگذاریم بین مردم اون خطها کشیده بشه. من به نظرم میاد که این چیزها رؤوس مطالبیست که میشه اگر بهش توجه بشه و اگر التزام جدی بهش ببرزیم، میشه هم جهان اسلام را از این که اینقدر مقبوض غرب قرار بگیره نجات بده و هم و شکاف بین غرب و جهان اسلام رو ترمیم کنه و هم جهان اسلام رو از یک رفاه، از یک آزادی، از یک عدالت و از یک امنیتی در واقع برخوردار بکنه. جهان اسلام باید این چهارتا رو نصف العین خودش قرار بده. توجه میکنید ما به نیاز به یه جامعه داریم که درش امنیت اولا، رفاه ثانیا، عدالت ثالثا و آزادی رابعا وجود داشته باشه. ما متاسفانه تو جهان اسلام هیچ کدوم از این چهارتا رو الان نداریم، با اینکه به ما گفته بودن که اگر شما التزام به این دین بورزید هم حسنه فی دنیا داریم و هم حسنه فی الاخره داریم. ظاهرا دنیامون که اینه، و من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا. کسی هم که دنیاش این باشه آخرتش یقین داشته باشید که بدتر از این خواهد بود. و سلام.